بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با آقای مهراب علی دانش، مشاور وزارت حج و اوقاف و همچنان استاد دانشگاه و عالم دین که در استودیو با ما هستن. آقای دانش سلام به شما، به برنامه ما خوش آمدین. در رابطه با ترور عالمان دین میخوایم صحبت بکنیم که آنچه که آمارها نشان میده در 1.5 سال گذشته بیشتر از 1000 عالم دین در کشور ترور شدن. شما فکر میکنین که چرا، دلیل این ترورها چی بوده میتونه؟ به نام خدا، با سلام خدمت شما و تمام بینندگان محترم، و همچنین لازم میدانم که اولین سالیاد شهادت این عالم فرزانه را به تمام امت مسلمه و مخصوصا مردم عزیز و دردمند افغانستان تسلیت و تعزیت بگیم. در ارتباط با سوال شما، متاسفانه در خلال این مدت های اخیر هیچ یکی از مکان ها و شخصیت های دینی و اسلامی در امان نمانده، حرمت همه چیز دریده شده، مساجد را، مکاتب، مدارس، همه جا مورد هجمه واقع میشه. ما در این خلال یک سال و اندی ما ستارگان از علم و دانش و معرفت و شخصیت های بزرگ چون دکتر ایاز نیازی که یک شخصیت محبوب و در عین حال یک چهره شناخته شده جهان اسلام را از دست دادیم به تعقیب از او، مولوی صاحب مفلح، و حتی تا دیروز متاسفانه معاون شورای علمای ولایت هرات مولوی صاحب محمد کبابیانی را ما از دست دادیم. بله، در خلال این مدت متاسفانه دشمنان آمده روی اساسات، روی باورها و روی اعتقادات مردم، یعنی حقیقتا داره هجمه وارد میکنن و اینا را مورد هدف قرار میده. دیروز هم ما سالگشت شهادت دکتر ایاز نیازی که حقیقتا یک شخصیت جامع بود، کسی بود که تمام مردم افغانستان از اقوام مختلف، مذاهب مختلف، حتی برادران اهل تشیع یک ارادت ویژه و نابی نسبت به دکتر ایاز نیازی داشت. شخصیتی که بجوز از اسلام، بجوز از آموزه های دینی چیز دیگر نمی گفت، کار به سیاست نداشت و عرض کنم همیشه روشنگری می کرد و یک چراغ فروزانی بود که یعنی واقعا در شهادت خود کل عالم جهان اسلام را، حتی علما در مصر، در کشورهای مختلف اسلامی، در ایران، در جای جای دنیا با شهادت او یک ضربه سنگین را احساس کردند. و ما شاهد بودیم که شهادت دکتر ایاز نیازی به حد تأثیر گذار بود که در فضای شهر کابل، ما که نظارگر بودیم، فضای کابل را غم گرفته بود به شکل دکاندار، کاسب، دانشجو، استاد دانشگاه. او یک استاد دانشگاه بود. یعنی دشمنان با ضربه وارد کردن به پیکره دین میخواهد این را نشان بده که ما برای رسیدن به اهداف سیاسی که ما داریم از هیچ چیز در جلوروی ما وجود نداره، یعنی تمام مرزها دریده شده. ما شاهد بودیم که بسیار از علمای دین ما در محراب مسجد، مسجد خانه خداست، در محراب مسجد در حین عبادت مورد هجمه واقع میشه. درست. آقای مفلح یک شخصیتی مصلح بود. خب تنها گناهی که داشت
جنگ را تقبیح میکرد و هر از گاهی از یک نگاه های ملی داشت. به این لحاظ اینها قربانی عقیده و باورشان و قربانی دین شدند. بله آقای دانش، ولی فکر میکنین که در چنین شرایط حساسه که از یک طرف چشم ها بسته شده به مذاکرات صلح و از طرف دیگر ترورهای هدفمندانه، چقدر تأثیر گذار بوده میتونه بالای روح روان مردم و در کنار از او بالای روند صلح افغانستان؟ طبعا این گونه رفتارها و حرکات تأثیر شگرفی روی پروسه صلح داره. سیاسیون و اراکین مردم ملی باید به فکر باشن، همون رقم که امروزه در گرد همایی ها و جلسات و اجتماعاتی که وجود داره همه دنبال راهکار و رای حل هست. رای حل های گوناگونی را اینا عرضه میکنه، از جمله این که یک وفاق ملی به وجود بیایه، دست از انحصار و منیت ها کشیده شوه و یک اجماع ملی به وجود بیایه و مردم، یعنی در واقع از این یک چیز باورمند است و اوی است که با زور و زور نیزه و کشتن و کشتار هیچ کسی نمیتوانه در این کشور مسلط شود و مردم و مردم سابقه که سال 75 طالبان آمدن افغانستان را تسخیر کردن، این مردم متفاوت است. مردم در واقع عمدترین مردم، یعنی در واقع 90% مردم خواستار بازگشت طالبان نیست، از آمدن اونها وحشت دارد، میترسه و به خصوص این که پیش از ورودشان ما شاهد هستیم که اینها علما را آماج قرار میده، اینها اطفال معصوم را آماج قرار میده. ما واقعه لوگر را و واقعی که در مکتب سید شهدا رخ داد، اینها مبین این هست که اینها قبل از آمدنشان به مردم نیش و دندان نشان میده که ما به هیچ چیز ارزش قائل نیستیم جز این که رسیدن به قدرت. و واقعیتشی است. به خانم دانش یک نکته را میخواستم اضافه بکنیم که اگر فرمان جنگ دست خود افغان باشه قطعا این کار را نمیکنن. اینها در واقع عوامل هست، عوامل استخبارات بیرونی هست. استخبارات بیرونی تلاش میکنن که با ضربه زدن به همچون اساسات، اولا نفاق ملی رو به وجود بیاره، اختلافات مذهبی رو به وجود بیاره. این مردم ما آگاه هست و خوب پاسخ هم داده. این مردم متوجه تمام قضایا شدن. مردم دیگه اون مردم سابق نیست، سطح دانش و آگاهی مردم بالا رفته و یعنی اگر به خاطر ایجاد تفرقه است اونها کامیاب شدن نمیتونن. به هیچ وجه اینها نمیتوانن کامیاب شوند، البته به شرط این که نظام و سیاسیون و حکومتی ها و رجال برجسته ما این واقعیت را درک بکنن و در کنار مردم قرار بگیرن، یعنی واقعیت های موجود را درک بکنن، یعنی به تبل نفاق و شقاق و دوگانگی و چندگانگی نزنن، همه بیاید در کنار هم دیگر. وضعیت بسیار شکننده و وضعیت خراب است. در این وضعیت بحرانی، الان وضعیت بحرانی هست، در وضعیت بحرانی من فکر میکنم که همه بیاین از اون منیت ها کمی کوتاه بیاین، در کنار هم قرار بگیرن، این در واقع در کنار ملت قرار بگیرن. ملت یک دست و یک پارچه دنبال ای است که از نظام حمایت بکنن و نظام چه طرح را میتوانن پیش ببرن که با ملت هم نوا شوند و با در برابر دسیسه های دشمن بیستن و ایستادگی کنن. درست. در قسمت قتل های هدفمند، حالا حکومت به بیپروایی هم متهم میشه که نتانسته درست پیگیری کنه، عاملانشان را روشن بسازه، به کیفر برسانه. شما چی فکر میکنین؟ آیا ای که چنین اتهام وجود داره و عمل کرد شده دلیل است که ما همه روز یا همه ماه شامل شاهد ترور آلمان دین هستیم؟ ببینید، یکی از چیزهایی که
حکومت باید انجام بده محافظت از جان هر طبعه است و این حق مردم است، حق اطفال معصوم است، حق شهروند است که حکومت از اینا محافظت بکنه. وظیفه حقوقی، حقوق اساسی، یعنی از وظایف اساسی این هاست که از اینا محافظت صورت بگیره. ولی یک چیز را نباید نادیده انگاشت و اوی هست که در جنگ های این گونه، جنگ های چریکی پارتیزانی و جنگ های تروریستی، در واقع جنگ های تروریستی، جلوی تروریست ها را گرفتن کار بسیار دشوار است. من به این باور هستم که حکومت تلاش خود را میکنن تمام نیروهای امنیتی، نیروهای جانبرکف و فداکار امنیتی شب و روز تلاش میکنن، دنبال سرنخ ها هست و بهتر هست که با از این لحاظ هم حکومت کسانی که سکاندار است در بحث های امنیتی و موضوعات امنیتی، حرف های مردم را بشنوند، طرح ها و پلان هایی که مردم ارائه میکنند اینها را هم نادیده نگیرند. ما در این اواخر شاهد بودیم که یک پلان امنیتی فوق العاده مؤثر و تاثیرگذار را مردم و نظامیان کارکشته اینا را تنظیم کرده، به رئیس جمهور رسیده و رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا یا سرقمندان اعلا اینا هم مد نظر بگیرن. وقتی که اینها را یعنی واقعا یک اجماع و وفاق ملی صورت میگیرن، حکومت با مردم، مردم با حکومت، من فکر میکنم جلوی این گونه حرکات گرفته خواهد شد. و اگر بی‌پروایی صورت بگیرن، من به مردم حق میدم تا حدودی که مردم هم متوجه باشن. مثلا در قضیه پانتون کابل بسیار با اسرع وقت، یعنی در حدود 20 روز عوامل شناسایی شد. در قضیه قضایایی که در دیگر جاها، مثلا مخصوصا من مثال میتونم در غرب کابل وقایع تراژدی که رخ میده، مثلا قضیه 27 ماه مبارک رمضان در مکتب سید شهدا، مردم توقع دارن که عوامل این پیدا شود و شناسایی شود. در کنار از این حملات، انفجارها، قتلهای هدفمند، فکر میکنین چقدر بهش پرداخته شده؟ مخصوصا به گونه زنجیره‌ای که عالمان دین در مساجد و یا خبرنگاران مورد حمله قرار میگیرن. ما دیدگاهم این بود که من یعنی به صورت کلی میخواستم بگم، در برابر اینها یک طرح را شورای علمای سرتاسری و بعضی از علما اینا را ارائه کردن برای محافظت از علمایی که واقعا در برابر کسانی که دین را ابزار قرار داده برای به اصطلاح جهاد. یک زمان اونها میگفتن که ما در برابر خارجی ها و نیروهای اشغالگر جهاد میکنیم. الان که نیروهای اشغالگر و خارجی ها خارج شده، دیگه سبقه جهادی وجود نداره و این علمای دین که متاسفانه مورد آماج قرار میگیره، اینا میگه هیچ چیزی وجود نداره، بیاید در کنار هم دیگر، یعنی دست از نفاق و از تشتت و از منیت و خودخواهی بردارین، بیاید در کنار هم دیگر بنشینیم و موضوع را حل بکنیم، مردم کشتار صورت نگیره، برای مردم آسیب نبینه. اینا چیز دیگر نمید. اینها علمایی که من فکر میکنم پیشترم عرض کردم که اینها قربانی باور و عقیدهشون شدن. اینها باور دارن که یعنی جنگ، جنگ جهاد نیست، جنگ، جنگ استخباراتی است، دست از این خودخواهی ها برداشته شود. من باورم به این در ختم عرایزم عرض میکنم که برای علمای نخبه و بزرگی که از قبیل مولوی صاحب که در هرات دیروز شهید شد، از اینا را مورد توجه قرار بده حکومت و از اینا محافظت صورت بگیره. بسیار تشکر از حضورتان آقای دانش.